و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در حضور عزیزان گرامی هستیم با بحثی دیگر از مجالس سبعه حضرت مولانا. رسیدیم به حکایت. در ابتدا مولانا در اول مجلس سوم فرمود که روزی حارثه آمد نزد حضرت رسول. حضرت رسول میان اصحاب ایشان را دیدند و توجه فرمودند که او به گونه دیگر است. فرمودند که صبحت را چگونه به سر آورده ای؟ ایشان عرض کرد که چنان مؤمن برخواستم، اصبحت مؤمنن. حضرت فرمود که هر حقی حقیقتی دارد، حقیقت ایمان تو چیست؟ فرمود که نفسم را از دنیا معزول کردم، پس روزها را تشنه شدم و شبها را شب زنداری کردم و گویی من به عرش ربم نگاه می کنم و آشکارا و گویی اهل جنت را میبینم که همدیگر را زیارت میکنند و اهل دوزخ را میبینم که با همدیگر به مخاصمت برخواستند. پس حضرت نبی فرمود اصبت فلزم، به حقیقت دست یافتی، بنابراین آن را محکم بگیر. سپس روی به یاران کرد و فرمود هاذا عبدن نور الله قلبه به نور جلاله، این بنده ای از بندگان خداست که خداوند او را با نور جلال و عظمت خود قلبش را منور فرمود. مولانا می فرماید این که خدا پیامبر فرمود که نور الله قلبه، خواست به این جناب حارثه بگوید که تو نبودی که این راه را رفته ای، تو نبودی که به این حقیقت ایمانی دست یافته ای، بلکه خداوند بود که قلب تو را منور فرمود. بعد میرسد به حکایتی بسیار زیبا و درخور. آورده اند که پادشاهی بود، چون این متن ساده هست و همه از اساتید معزز هستند، من غیر از اندکی توضیح نمی دهم و سعی می کنم که رویش را بخوانم. آوردن که پادشاهی بود، عالمی، عادلی، خدای ترسی، رعیت پرسی. خب می گوید پادشاه باید اینها رو داشته باشد، عالم باشد، پادشاه جاهل و بزرگی که جاهل باشد به درد نمی خورد، عادل باشد، خدای ترس باشد، متقی باشد و رعیت پرس باشد، از حال رعیت خبر داشته باشد، نه اینکه در کاخ خود بنشیند و نداند که تحت حکومت او چه ها بر سر مردم می رود. خداوندا پادشاه عهد ما را بر داد و عدل و انصاف ثابت دار. خب اینجا یک تعریضی هم می کند. پادشاه عهد ما که می دانید عهد ایشان سلجوقیان روم بودند، ترکانی بودند که بر روم، ترکان سلجوقی که قسمتی از آنها بر ایران حاکمیت داشتند، قسمتی از سلجوقیان و ترکان در روم حاکمیت داشتند و البته خب معلوم است که مردم آن زمان قونیه، مردم آن زمان ترکیه همه ترک بودند. من بعضی مطالبی را میشنوم که میگویند آنها هم فارسی زبان بودند و مولانا هم فارسی زبان بوده است و فارسی سخن میگفته. نه،
درست است که زبان برای ما چندان اهمیتی ندارد، ولی این رو باید گفت که هم حاکمان آنها ترکان بودن، سلجوقیان بودن، این به شهادت مسلم تاریخ، و هم آنان ترک زبان بودند. مولانا خود بلخی بود و در بلخ هم همه ترک زبان بودند، از ملکشاهیان همه ترک بودند، بعدن کسانی که در آن نواحی بودند همه ترک بودند و همه به ترکی سخن می گفتند. اما مانند این که همان که حافظ فرمود ترکان پارسی گو بخشندگان عمرند، این ترکان بسیاریشون به فارسی سخن می گفتند و مولانا هم که خود ذاتن ترک بود و در اشعارش فراوان آمده است و چندین شعر ترکی هم دارد که غیر ترک نمی تواند چون این اشعاری را بگوید، خود می فرماید که اینها رو من آمدم گفتم به خاطر اینکه زبان فارسی بعد از سنایی در عرفان علم شده بود برای مسائل عرفانی و اصطلاحات عرفانی در زبان فارسی بسیار جا افتاده بود، از آن جهت سنایی که خود ترک بوده است، سنایی غزنوی بوده، غزنه از شهر همین اکنون هم از شهرهای ترک نشین است و دیگران بخارا، سمرقند، همه اینها ترک نشین بودند، اکنون هم آنجا ترکی سخن میگویند و ترکی می نویسند. این که مولانا دیوان شمس یا مثنوی یا حتی مجالس رو به زبان فارسی آورده است به خاطر اینکه زبان فارسی اصطلاح و خصوصیت پیدا کرده در دیدگاه عرفا. بعد از آن هم کسانی که خواستند عارفان سخن بگویند از زبان فارسی استفاده کردند. خب می‌فرماید خداوندا پادشاه عهد ما را بر داد و عدل و انصاف ثابت دار. و آن پادشاه را امیران بود، او امیرانی داشت آن پادشاه، پادشاه عالم عادل خدای ترس رعیت پرس. بعضی اهل قلم که تدبیر ملک را از مدبرات امر تعلیم کرده بودند. در قرآن هست که بل مدبرات امرن، مولانا می فرماید که اینها مدبرات امر بودند، تدبیر کنندگان امر بودند. خب حالا می دانید که قدما تدبیر منزل، تدبیر مدن، اینها رو می گفتند. دو نوع تدبیر بود، یکی تدبیر منزل بود یعنی مسائلی که در خانه و خانواده اتفاق می افتد در منزل، دیگر تدبیر مدن بود و تدبیر مدینه ها و شهرها بود که این همان علم سیاست بود و سیاست که بتوان بیان کرد، نه سیاست به مفهوم امروزی که علمای سیاسی اکنون سیاست رو به علم رسیدن به قدرت و علم حفظ قدرت رو سیاست می دانند. از این جهت است که خیلی ها این سیاست رو بر نمی تابند، قدرت باشد ولی خواست الهی نباشد این چندان مطلوب نیست. نهایتاً بعضی اهل قلم که تدبیر ملک را از مدبرات امر تعلیم کرده بودند، قلمشان چون قلم فرشته در دست راست، نرفتی الا به خیرات. فرشتگان که گناهان انسان رو با دست چپ گفتند می نویسند، سمبولیک است و پاداش رو و کارهای نیک انسان رو با دست راست می نویسند که آنچه را با دست راست نوشتند به یمین می دهند و آنچه با دست چپ نوشتند به یسار انسان می دهند در روز قیامت. می فرماید که آن مدبرات امر، آن کسانی که امیران بودند، همه به نیکی می نوشتند، انسانهای خوبی بودند، انسانهای عادل و خدا ترسی بودند. مکر و تزویر و مظلوم شکنی را زهره نبودی که گرد دفتر و قلمشان گشتی. اینها در حقیقت یک تعریضی است مولانا می فرماید به حاکمان زبان خود
که گویا حاکمان زمان او هم بسیار آدم‌های خوب بودند، از جمله جناب معین‌الدین پروانه که به قول امروزی ها صدر اعظم بود، نخست وزیر آن حکومت سلجوقی بود، بسیار آدم خوبی بود و از مریدان مولانا بود. پادشاهان می آمدند و در پای درس ها و در مجالس مولانا شرکت می کردند و از آن اخذ توشه می کردند و بسیار احترام می گذاشتند. حتی در تواریخ یا در افلاکی در مناقب یا کسان دیگر در جاهای دیگر میگویند که به حضرت مولانا هم وزارت پیشنهاد کردند که شما که اینقدر با تدبیری بیا مثلا رأس امیران باش، رأس وزیران باش، و ایشان هرگز این را نپذیرفت. چنانچه خیلی ها مالهای فراوان، اموال فراوان به او پیشنهاد میکردند و او هیچ کدام را نمیپذیرفت و هرچه که میپذیرفت به شاگردانش میداد. و میگویند مشهور است که جناب علاءالدین پسر کوچکتر مولانا اعتراض میکرد که ای بابا این چه کاری است، ما در خانه مادرم گرسنه است، من گرسنه هستم، این همه از فتوحات که معمول خانقاه ها بود میآورند و تو آن را به اصحاب میدهی، ذره ای هم آن را به خانه ما نمی آوری که ما هم گرسنه نمانیم، این چه کاری است؟ مولانا فرمود که آیا من خودم می خورم از آنها؟ عرض کرد نه ای پدر جان، شما نمی خوری. گفت من آنچرا که بر خود نپسندم بر شما نیز نمی پسندم. آنهایی که من قبول می کنم می آورند برای یاران و برای درویشان است، برای درماندگان است، برای ما هم خداوند حکمی قرار داده است. یعنی با سختی و مشقت زندگی می کردند ولی هرگز حاضر نبودند آن پولهای عظیمی که حکما و امرا و بزرگان پادشاهان می فرستادند، سله ها می فرستادند، همیان های زر می فرستادند، کیسه های پر از طلا برایش می فرستادند و او رد می کرد و قبول نمی کرد، مگر اندکی برای یارانش، برای درویشان که آنها در خدمت خانقاه بودند. خب مکر و تزویر و مظلوم شکنی را زهره نبودی، جرأت نداشت که مکر، تزویر و مظلوم شکن گرد دفتر و قلمشان گشتی، یعنی در آن دفتری که می نوشتند مظلوم شکنی وجود نداشت. این خیلی مسئله مهمیه که مظلوم شکنی بسیار از زشت‌ترین کارهاست. پیغمبر فرمود که مراقب باشید، آه یک پیرزن یک ملک را برباد می‌دهد. آه یک پیرزنی که دستش از همه جا کوتاه است، اگر روی به آسمان کند، اگر آهی بکشد، آه او کاخهای مظلوم شکنان را خواهد سوخت. دفترهای ایشان در دیوان روشنایی دادی، همچون نامه مؤمنان در دیوان قیامت. در دیوان یعنی در محکمه های قضایی روشنی می داد، از بس به عدالت قضاوت می کردند، مانند نامه مؤمنان در دیوان قیامت. و بعضی بندگان اهل شمشیر و علم بودند جانباز، و بعضی هم اهل شمشیر بودند، اهل علمهای جنگ بودند و جانباز بودند، جانشان را می باختند در راه حفظ مردم و در راه حفظ وطن. در رزم چو آهنیم و در بزم چو موم، بر دوست مبارکیم و با دشمن شوم. خب معلومه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، در رزم چو آهنیم و در بزم چو موم، با یکدیگر مانند موم برخورد میکنیم، بسیار مهربان هستیم و در جنگ مانند آهنیم، بر دوست مبارکیم و با دشمن شوم. یک غلامی بود بی دست و پاتر از همه، در قلم او را هنری نی خوب نمی، از همه بی دست و پاتر بود این برده، در قلم او را هنری نی
او در قلم هیچ هنری نداشت، نمیتوانست بنویسد، نه خطی داشت نه ربطی داشت. در علم او را قدرتی، علمی هم نداشت که او علم داشته باشد. دیگران هم قلم داشتند هم علم داشتند. پادشاه او را از همه دوستتر داشتی و مقربتر از ایشان بود. نه قلم دارد نه علم، نه علم دارد، یا علم هم بخوانید می شود، نه علم داشت، یعنی نه جنگاوری بود نه قلم داشت، نه قلم و نه علم، هیچ کدام را نداشت، اما مقربتر از ایشان بود و راز ایشان با او گفتی. راز آن وزیران دیگر که هم اهل قلم بودند هم اهل علم بودند رو با اینها می گفت و راز او با ایشان نگفتی. همه حرفهای دیگران رو به این غلام می گفت ولی حرفهای این غلام رو به هیچ کس نمی گفت و خلعتها و جامگیهای او از ایشان افزون بودی. خلعت آن رداها و آن لباسهایی بود، جامههایی بود که پادشاهان به مناسبتهای خاص به کسانی که خوششان می آمد و بزرگشان می داشتند هدیه می دادند. این خلعتهایش هم بیشتر بود. وسوسه سرمه حسد در دیده ایشان می کشید. سرمه حسد خیلی زیبا، سرمه حسد در دیده کشتن یعنی با چشم حسادت به دیگری نگاه کردن. بقیه که می گفتن این غلام چه دارد که اینقدر محبوب این پادشاه هست، ما این همه کار می کنیم، این همه زحمت می کشیم، در جنگ جانبازیم، در بزمها همراه او هستیم، این غلام چه دارد؟ نه قلم دارد نه علم دارد، نه علم دارد، نه آن چیزی که ما صاحب آن هستیم، پس چرا او خلعتش از ما بیشتر است، از ما نزد شاه مقربتر است؟ چنان که در قصه یوسف و برادران عنایت پدر با یوسف بود و برادران پنهان دست می‌خاییدند از غضب و حمیت، غیرت، از خشم و غیرت اینها دستشان را می‌خاییدند، یعنی دستشان را با دندان می‌گزیدند که اذ قالوا وقتی گفتند لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا، این یوسف آیه قرآن است، این یوسف و اخوه و برادرش بنیامین، این دو برادر که از راحیل بودند، از مادر دیگری بودند و آن ده برادر دیگر از مادر دیگر، چون اینها رقابت بود، اینها کوچکتر از دیگران بودند، از کنعان و لاوی و دیگران، آنها ده برادر بودند و اینها دو برادر از راحیل بودند که اینها با هم دیگر از لحاظ خانوادگی مشکل داشتند، ولی اینجا هم به یوسف، یعقوب به یوسف توجه بیشتری داشت، اینها حسودیشان میشد. لیوسف و اخوه، یوسف و برادرش بنیامین، احب و الی ابینا منا، دوست داشتنی ترند نزد پدر ما یعقوب از ما. با هم به خلوت میگفتند آخر به چه هنر، به چه خدمت، به چه صورت او را بر ما چندین فضیلت نماید. نگاه میکردن میگفتن ما این گوسفندان پدرمان را میبریم، کشاورزی میکنیم، از صبح تا شب پدرمان در میآید، کار میکنیم، هرچه او میگوید اطاعت میکنیم، یوسف در خانه نشسته است، به جای اینکه به ما محبت کند به او محبت میکند، ما بزرگتریم از او، او ما را رها کرده به برادر ناتنی کوچکترمان توجه میکنه. و چون کسی بد کسی گوید در غیبت، بر دل و رخ او داغ عداوت بنویسند، تا چون به هم رسند بینایان بینند و نابینایان هم گمان برند. خیلی سخن عجیبی فرمود اینجا، از سخنان بسیار شگفت است. عنایت بفرمایید، من قرار بود توضیح ندهم ولی حیف است این رو توضیح ندهم.
میفهمد وقتی کسی بد کسی را میگوید، کسی غیبت کسی را میکند، زشتی دیگری را به رویش میآورد، در غیبت، در غیب، در پنهانی بر دل و رخ او داغ عداوت بنویسند، داغی رو میزنند بر پیشانی او و بر دل او. کسانی که دلها را میبینند، صراف دلند، میبینند که این دلش پر از کینه و عداوت و دشمنی است، میفهمند. و عده‌ای هم که ظاهر را میبینند، در جبین اینها این داغ حسادت رو میبینند. کسی که حسودی میکند، کسی که دشمنی میکند با دیگری، از پیشانیش معلوم میشود، از دلش معلوم میشود. تا چون به هم رسند، اینها وقتی به هم میرسند، یعنی کسی دشمنی کسی را کرده است و دروغ به پشت سر او گفته است. وقتی به هم دیگر میرسند، بینایان بینند، آنهایی که اهل بصیرتند میبینند کاملا که او بد او را گفته است، کاملا میفهمند. و نابینایان هم گمان برند، حتی اونهایی که بصیرت ندارند، آنها حدس میزنند که این پشت سر ما یه چیزهایی گفته است. و این همان شرایط اعمال است. انسان گمان نبرد که عملی که انجام میدهد این حقیقتا قابل توجه نیست. خدمت حضرت آقای فاطمی نیا بودیم ایام جوانی و ایام دانشجویی. حضرت ایشان میخواست بنده رو ببرم به یکی نزد یکی از اساتید بزرگشان در قم. از تهران که سوار ماشین شدیم که خدمت ایشان برویم، آن زمانها 2-3 ساعت طول میکشید. من دیدم که حضرت ایشان بسیار عالم، دانشمند، بسیار شخص متقی، حضرت آقای آیت الله فاطمی نیا از اعاظم روزگار ما هستند و از کسانی هستند که مع الاسف قدرشان مجهول است در میان مردم. بسیار مستغنی از تعریف هستند، بسیار انسان عظیم هستند. هی میگفتن یه چیزهایی میگفتن، ذکر میگفتن. من بعضا گوش کردم، دیدم که ایشان میفرماید یا ستار العیوب، یا ستار العیوب. من هم چون شاگرد بودم گفتم خب شاید من هم بتوانم این ذکر را بگم. رسیدیم خدمت حضرت آقا که به حضورشان قرار بود مشرف بشویم و معذورم از گفتن نامشان. آنجا که رسیدیم شروع کرد، گفت آقای فاطمی نیا، چقدر یا ستار العیوب فرمودید. آقای فاطمی با اون عظمتش دستانش شروع کرد به لرزیدن. بعد رو کرد به من، آقا اینجوری هم دیگه میفهمن همه چیز رو. حتی ذکرش را فهمیده بود. چرا یا ستار العیوب میگفت؟ چون خدمت آن شخص عظیمی که رفتیم، ایشان بصیر بود، همه چیز را در پیشانی، در قلب انسان میدید. بنابراین میگفت که یا ستار العیوب، که آن استاد بزرگ، آن ولی الهی، آن چرا که حالا چه چیزی میتواند باشد، حتی اون ترک اولا، آن کوچکترین چیزها را هم نبیند. البته ایشان آنها را هم میدید و فرمود که چقدر فرمودید یا ستار العیوب. نزد بزرگان که میرویم حواسمان جمع باشد، با بزرگان که سخن میگوییم حواسمان جمع باشد. گمان نبریم که کسی، هر کاری ما کردیم کسی نمیداند. بزرگان صراف دلند، صراف نقد وجودند. به محض اینکه به دل شما و به جبین شما نگاه کنند، همه چیز را تا آخر میفهمند. و بدتر این است که او نمیداند و شروع کرده است به دروغ گفتن. سخنانی میگوید که کسی که میبیند میداند و دروغ میگوید، ولی باز وقاحت تا اندازه ایست که دروغها را پشت سر هم میگوید. این وقاحت دیگر اندازه ای ندارد. آنها که محققان و رهبینانند، احوال تو را یکان یکان میدانند. یکان یکان، نه این که اجمالا بداند، نه. کسی که محقق رهبینه
آن پیری که مرشد است همه اینها را میداند، تمامی وجنات و سکنات، تمامی جزئیات وجود تو را میداند، اصلا جزئیات را قبل از تولد میداند چه برسد به بعد از آن. لیکن به کرم پرده کس ندرانند، اما خداوند که این بصیرت را به اینها داده است کرم میکنند و پرده کسی را نمیدرند، پرده عصمت کسی را نمیدرند. زانسان که زمان میرود میرانند، زمان هر جور میرود آنها هم با شکل زمانه و با ابناء زمانه همچنان حرکت میکنند. مردم هر گونه حرکت میکنند، اینها هم آنگونه هستند، از زمان خود و از مردم خود دور نمیشوند، مثل مردم عادی سخن میگویند. حضرت ادیب العلمای تبریزی، حضرت آیت الله ادیب العلما که از مفاخر عظیم تبریز و از انسانهای بسیار مجهول القدر بود، از همین اشخاص بودند. ایشان تا زمانی که زنده بودند اجازه نمیدادند به شاگردانشان که کسی از این سخنان برایشان بگوید. وقتی که میرفتید پیشش همه چیز را میدانست. هفته‌ای دوبار که حضورش میرسیدیم به همه نگاه میکرد، میگفت، یک اشاره میکرد، مثلا اگر کسی اشتباهی کرده بود به او اشاره میکرده بود که چرا چنین کردی، چرا چنین گفتی، چرا آنجا رفتی. همه هم میدانستند که منظورش چیست، اعتذار میکردند که باشد بعد از این، یعنی کسی که هدایت میکند باید چنین باشد، باید صراف نقد دل باشد، وگرنه این مفهومی جز این ندارد. آنها که محققان و رهبینانند، احوال تو را یکان یکان میدانند، لیکن به کرم پرده کس ندرانند، زانسان که زمان میرود میرانند. از زمانه خودشون رو فارغ نمی کنند. و شما وقتی نگاه می کنی گمان می بری که او هم شخصیست مثل تو. بزرگترین اشتباه انسان همین است، گمان می برد که او هم شخصی مثل خود است و نمی داند که او درست است در زمین است، در فرش است، اما انسانی عرشیست. یکی از دوستان عزیز ما میگفت که آوازه علامه طباطبایی را شنیده بودم، رفتم قم ایشان را ببینم، در ذهنم یک علامه طباطبایی ساخته بودم، یک کسی را ساخته بودم که اینقدر عظیم است و بسیار بزرگوار است. میگفت رفتم هی پرسیدم، آن وقت آن زمان جوانی علامه بود، بعد گفتن که بله اینجا بود، دیدم کسی خیلی نمیشناسد، خیلی توجه نمی کند. گفتم این همه آدم بزرگی است پس چرا توجه نمی کنند بهش. آخرش رفتم همیشه در حرم حضرت معصومه می آمد نماز ظهر را می خواند، می گفت که رفتم پیدایش نکردم. گفتم کجاست، خیلی ها نمی شناختند ایشان رو، برخی که می شناختن گفتن همین الان اینجا رفت. نشانی ها را دادن، من دیدم که فردیست در خیابان تنها دارد می رود زیر آفتاب، یک آدم خیلی معمولی، یک لباس بسیار کهنه پوشیده، یک عمامه بسیار کهنه بر سر دارد که رنگ رویش رفته است. رفتم نزدیک، دیدم یک انسان لاغره نحیفیست که از حالا میگفت من نمیدانستم که آن از خوف الهیست که چنین شده است. گفتم علامه، علامه یعنی این همه علامه طباطبایی. میگفت سرخورده شدم برگشتم. گفتم که من چرا برای آن رفتم، اصلا آشنایی هم ندادم. بعد از مدت ها، بعد از سالیان دیگر آمدم و رفتم خدمتشان که فهمیده بودم، دانسته بودم آن دیگر آن جوان
نادان جاهل نبودم. رفتم، حضرت رو کرد، گفت، فرمود که چند سال پیش آمده بودی تو، ما را نپسندیدی. می گفت من به گریه افتادم، دستش را می خواستم ببوسم، اجازه نداد. گفت که تو باید می آمدی و توصیه هایی به من کرد و این شخص از فضلا هست و اکنون هم الحمدلله از بزرگان حوزه علمیه قم هستند. و همچنین است کسانی که این بزرگان ما همشان چنین هستند و آنقدر اینها در خود فرو رفتند، آنقدر بی اعتنا به مسائل دنیوی هستند که انسان گمان میبرد که انسان‌های بسیار معمولی هستند، اما در پس این وجودهای ظریف و نازک و زیبا کوههای عمیق و کوههای بسیار عظیمی وجود دارد که اگر انسان بینا باشد میتواند اینها را ببیند. پادشاه و آن غلام خاص در پیشانی امیران و در چشم ایشان و در گفت ایشان بداندیشی و بدگویی ایشان میدیدند. پادشاه گفت که بعضی گمان میبرند، بعضی واقعا میبینند. پادشاه هم میدید که این وزیرانی که هستند بدگوی شاه و این غلام هستند، این برده هستند. لابد اثر غیبت در پیشادی و در چشم ایشان و گفت پیداست. مولانا میگوید غیبتی که کردی، غیبت از کسی کردی، آن در پیشانی امیران و در پیشانی و چشمشان، آدم به چشمانش نگاه کند میفهمد که او غیبت کرد یا نکرد، و در گفتارشان هم لحن صدا، یعرفون لحن القول، در قرآن هم هست که تو آنها را از لحن قولشان ای رسول میشناسی، اصلا نبینی، از لحن گفتارشان میفهمی چگونه هستند. چنان که خدای تعالی می فرماید مر رسول را از بحر غیبت منافقان که ولتعرفنهم فی لحن القول، بله آورده است این، ولتعرفنهم، البته تو آنان را می شناسی، فی لحن القول، در لحن گفتارشان، در شیوه و طرز گفتارشان منافقان را می شناسی. وگرنه منافقان را چگونه می توان شناخت؟ بهتر از دیگران لا اله الا الله و اشهد ان لا اله الا الله میگویند، بهتر از دیگران اشهد ان محمد رسول الله میگویند، بهتر از دیگران نماز میخوانند. پس نفاق رو چگونه میتوان فهمید؟ از لحن قول میتوان فهمید. اما میدانستند و نادانسته میکردند، میدانستند اما جاهلانه هی غیبت این غلام رو می کردند. می دان و مگو تا نشود رسوایی، زیبایی مرد هست در گنجایی. خب این همین غلام، همین شاه می دانست که اینها دارن غیبت می کنن، هی بدگویی می کنن، ولی چیزی نمی گفتن. آدم نالایقی باشد خیلی سریع وقتی چیزی را از کسی دید بلافاصله به زبان می آورد، اما می دان و مگو تا نشود رسوایی. خیلی آدم چیزها رو میداند ولی نمیگوید. آدمهای کم ظرفیت بلافاصله هرچه را به گوششان خورد میآیند برای همه تعریف میکنند. آدمهای بزرگ قلبشان، دلشان، سینهشان گنجینه اسرار دیگران است. علاوه بر اینکه گنجینه اسرار الهی هست، گنجینه اسرار خیشان و دوستان و یارانشان هم هست. زیبایی مرد هست در گنجایی، زیبایی انسان در گنجایش وجودی اوست. روز رسوایی خود در پیش است، ولی این را ندانند، گمان نبرند که هر چیزی هست رها شده است. روز رسوایی هم در پیش است. هر کار بدی بدون رسوایی باقی نخواهد ماند. نگوییم که الان هیچ کس نفهمید، فردا هیچ کس نفهمید، روزی تشت رسوایی از بام اعمال ما به پایین خواهد افتاد. یوم تبل السرائر، از آیه قرآن است، روزی که تبلا آشکار می شود، سرائر پنهانی ها آشکار می شود. در روز قیامت همه
آنچه هست آشکار می شود. باشد که پیش از آن روز توبه کند. خوب است انسان توبه کند تا اینکه خدا او را رسوا نکند. حالی او را رسوا نکنیم، انشاءالله بگذاریم که توبه کند. آن امیران با یکدیگر می جوشیدن که چه کنیم، پادشاه است، حاکم است، دست دست اوست، اگر بی انصاف است که گوید که مگو، و اگر روز را شب گوید که گوید که خطاست. همه اینها می ترسیدن، می گفتن این پادشاه قدرت داره، ما چی بگیم به او؟ اگر بگه که این روز باشد بگوید شبه، چه کسی جرأت دارد بگوید نه جناب پادشاه شما اشتباه کردید، اکنون مثلا روز است یا شب است؟ دست دست اوست، کار دست اوست. گر قامت سرو را دوتا میگویی، ور ماه دو هفته را جفا میگویی، اندر همه عالم این دل و زهره کراست، تا با تو بگوید که چرا میگویی. این البته به معشوق میگوید، میگوید ای معشوق تو هر چه میخواهی بکن، چه کسی زهره دارد، چه کسی جرأت این رو دارد که به معشوق بگوید که چنین است و چنان است، تو خودت چنان گفتی، فلان رو گفتی، بهمان رو گفتی، چه کسی میتواند با اون مباحثه کند؟ جننا بلیلا وهی جنت بغیرنا و اخرى بنا مجنونت لا نریدها. این شعر زیبا منصوب به مجنون است، مجنون قیس عامری. جننا بلیلا، ما مجنون شدیم به لیلی، عاشق لیلی شدیم، مجنون لیلا شدیم. و هی جنت به غیرنا، و او عاشق شد و مجنون شد به غیر ما. ما عاشق لیلی شدیم، لیلی هم عاشق کسی دیگری شده است. این خیلی حرمان عجیبی است، این خیلی عجیب است که عاشقی ببیند معشوقش را تا حد پرستش می ستاید، اما معشوقش چشم به دیگری دارد و دیگری را دوست می دارد، او را دوست نمی دارد. این واقعا امر خیلی سختی است در عالم عشق و عاشقی. جننا به لیلا وهی جنت به غیرنا و اخرى بنا مجنونت لا نریدها. و اخرى، و دیگران به ما مجنونن، دیگران عاشق ما هستند، لا نریدها، اما ما عاشق آنها نیستیم، ما به آنها اراده و توجهی نداریم. معمولا هم کار دنیا این است، غالب کار عاشقان هم چنین است. غالب عاشقان آن کسی را که دوست می‌دارند، آن معشوق این را دوست ندارد، و کسانی که این عاشق را دوست می‌دارند و این عاشق را معشوق خود می‌دانند، این آنها را به هر دلیلی دوست نمی‌دارد. این قصه عجیبی است. ما عاشقیم بر تو، تو عاشق بر آینه، ما را نگاه بر تو، تو را اندر آینه، از دود آه خیش جهان را سیه کنم، تا هیچ سیغلی نکند دیگر آینه. گویا منصوب به حضرت خاقانی است این شعر بسیار زیبا. ما عاشقیم بر تو، میگه ما عاشق تو هستیم، تو عاشق آینه هستی. عاشق آینه یعنی چه؟ آن معشوق میرود و به آینه نگاه میکند. چرا معشوق عاشق آینه هست؟ چون خود را در آن میبیند، چون حسن او خود را مشغول کرده است از حسن دیگران، آنقدر زیباست که زیبایی های دیگر را نمی بیند. این خوبرویان، این زیبارویان الفتی با آینه دارند. چرا آینه را بیشتر دوست می دارند؟ چون خود را بیشتر دوست می دارند، آنقدر به آینه نگاه می کنند و زیبایی خود را می بینند، حظ می برند از زیبایی خود، چپ می رود، راست می رود، از جلوی آینه می گذرد و نگاهی به سوی آینه دارد. این خصلت عاشقی است و خصلت عاشقانه هست. ما عاشقیم بر تو، تو عاشق بر آینه، ما را نگاه بر تو، تو را اندر آینه. ما به تو نگاه می کنیم، تو به جای اینکه به ما نگاه کنی به آینه نگاه می کنی. از دود آه خیش جهان را سیه کنم، تا هیچ سیغلی نکند دیگر آینه.
دود آه میزنم که دیگر هیچ آینه ها سیاه شود، تو نتوانی به خودت در آینه نگاه کنی، با آینه نتوانی عشق بازی بکنی، بنابراین برگردی مرا هم ببینی، مرا که زیر پایت هستم، مرا که عاشقت هستم. روزی از آن امیران یکی که گرم دماغ تر بود و بی صبر تر. گرم دماغ یعنی مغز، گرم دماغ یعنی مغزش زود جوش می آورد، از همه کم تحمل تر بود، بی صبر تر بود، گفت ای امیران و ای برادران، اگر شما را صبر هست مرا باری صبر نیست. شما خیلی صبورید. امروز بروم زانو زنم به خدمت سلطان و خاک بر سر کنم، اگر بگوید که چیست بگویم. امروز دیگر می روم این قصه رو میگویم، ای پادشاه این همه ما به تو خدمت میکنیم، این همه محبت میکنیم، اما تو ما را نمیبینی، این غلامی که هیچ بهره ای از آنچه که ما داریم ندارد، هیچ چیزی ندارد، تو به او عاشقی و به او عشق میورزی، چرا به او اهمیت بیشتری میدهی؟ بگویم گفتی که سرشک تو چرا گلگون شد، چرا اشکت خونی شد، اشکت مانند گل شد. چون پرسیدی راست بگویم چون شد. چون پرسیدی منم راستشو میگم، ای پادشاه اگه بگی چرا اشک خونین داری، گفت اشک خونین دلان که گوید باز، و از فلک خون جم که جوید باز. همین قصه هست. خونابه سودای تو میریخت دلم، دلم سودای تو را داشت، به خاطر همین خونابه میریخت، خون میگریست. چون جوش برآورد ز سر بیرون شد. وقتی که جوشید، قبلا اشک میریختم سر و صدایی نداشت، اشک که صدایی ندارد، کسی متوجه نمیشود، انسان در خلوت خود اشک میریزد، کسی شماره قطرات اشکش را نمیداند. اما وقتی که جوش آورد ز سر بیرون شد، وقتی از سر بیرون آمد، دیگر من از خود گذشتم و آمدم که این قصه را بگویم. کارم چو ز غم به جان رسانیدی بس، دودم به همه جهان رسانیدی بس. از پوست برون رفت مکن بی رحمی، چون کارد به استخوان رسانیدی بس. بس یعنی زیاد. میگه خیلی کارم را از غم به جان رساندی، تا حالا صبر میکردم، دیگر جان ندارم که صبر کنم. دودی که من از سرم برمیخواست از آن مهنتی که بر من بود، به همه جهان رساندی، همه فهمیدن که من دود از سرم بلند شده است، دارم میسوزم. از پوست برون رفت مکن بیرحمی، از پوست، از ظاهرم این مسئله بیرون رفت، چون کارد به استخوان رسانیدی بس. چون کاردم را به کارد را به استخوانم رساندی، میگن کارد به استخوان رسید. تا پوست باشد انسان میتواند تحمل کند، تا گوشت باشد انسان میتواند تحمل کند، ولی وقتی کارد به استخوان رسید، دیگر تحمل پایان مییابد. گفتند ای برادر راست میگویی، الا از بحر خاطر ما روزی چند صبر کن، که از صبر مفتاح الفرج. پیغمبر فرمود صبر کلید گشودگی است، گشایش است. انسان میتواند صبر کند، خیلی از مشکلات با صبر کردن حل میشود. انسان های ناصبور نمیتوانند بنشینند و حل شدن مشکل رو ببینند. از صبر مفتاح الفرج. گفت صبر کنم تا چه شود؟ گفتند تا فرصت نگاه داریم. فرصتی که ما با شاه داریم نگاه داریم، اکنون صبر کن تا اینکه وقتش برسد، در وقت خاص خودش این سخن رو خواهیم گفت، تو چرا آن غلام را از ما بیشتر دوست می‌داریم. مرغ را بینی که بی هنگام آوازی دهد، سربریدن واجب آید مرغ بی هنگام را. مرغی که معمولا خروسایی که نصف شب بانگ برمی آوردند و خلاصه می خواندند، آنها رو صبح به خاطر اینکه مزاحم خواب می شد، آنها رو سر می بریدند. می گویند که
وقتش نرسیده، مراقب باش که سرت را در این راه از دست ندهی. گفت وقت کدام باشد؟ گفتند روزی که پادشاه خوش طبع و گشاده باشد و با ما خندان باشد، آن ساعت رحمت در جوش باشد. خیلی زیباست. گفتن که وقتی که پادشاه در حال خوب باشد. این سخن خیلی مهم است. در زندگی ما معمولا ما از این سخن بهره نمیگیریم. همسر از کار خسته برگشته است، ما هم از صبح تا ظهر نشسته ایم، در دلمان وقتی آمد این را بهش میگویم، حسابشو میرسه، نگاه میکنیم وقت او خسته است، میآید قبل از همه چیز شروع میکند این خانم محترم، هی چپ و راست آرام آرام شروع میکند تا اینکه بگوید که چنین است و چنان است. او هم که بی‌حوصله میگه اصلا بذار برو پیش مثلا مادرت، اصلا اینجا چه میکنی؟ چه کار میخوایی بکنی؟ این شخصی که چون این جوابی را میشنود وقت نشناس است، نمیداند چه وقتی بگوید. وقت سخن گفتن، وقت خواستن که معمولا ما ایرانی ها اصلا بلد نیستیم، یک وقت خاص است، وقتی که او حالش خوش باشد، حالش خوب باشد، آن وقت است که انسان میتواند خیلی چیزهای نشدنی را هم بخواهد و اتفاق بیفتد. اما چیزهای خیلی شدنی در جاهایی که مناسب طبع و وضع او نیست، البته راه به جایی نخواهد برد. اغتنم الدعا عند الرقه. ببینید از هر سخن عادی چه سخن عرفانی مولانا استفاده می کند. می فهمد اغتنم الدعا، غنیمت شمارید دعا رو کجا؟ عند الرقه، در رقت قلب. وقتی که دلتان نازک شد آن وقت دعا کنید. وقتی دلتان از کسی از چیزی رنجور شد آن وقت دعا کنید. آن رقت دل شما موجب رقت دل رقت الهی خواهد شد. خدا به شما رحم خواهد کرد. خدا که دلش تفاوتی ندارد، تغییر در خدا وجود ندارد، خدا همیشه رقیق است و به قول معروف قلبی ندارد که رقت قلب هم داشته باشد، ولی خداوند مهربان است به همه. این رو ما چگونه میتوانیم بفهمیم؟ وقتی که آن رقت الوهی در دل ما به وجود آمد، یه وقتهایی از انسان هی گریهش میگیرد، هر چیزی را آفتاب را میبیند گریهش میگیرد، مهتاب را میبیند دلش میخواهد بگرید، گل را میبیند دلش میخواهد بگیرید. این وقت دعاست. اینجا وقتی است که انسان میبایست به آن سمت برود. اغتنم الدعا عند الرقه، غنیمت شمارید دعا رو هنگام رقت. رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید که آن ساعت که دلهای شما تنگ شود و دیده های شما پر آب شود، سوزی و نیازی پیدا شود، آن ساعت وقت حاجت خواستن است. غنیمت دارید که آن ساعت در رحمت باز است، حاجت ها بخواهید، یک حاجت نه صدها حاجت بخواهید. وقتی دلتان رقت پیدا کرد، وقتی اشکی در گوشه چشمتان پیدا شد، وقتی دلتان لرزید، آن وقت است که وقت حاجت است. ای باد سحر به کوی آن سلسله موی، احوال دلم بگوی اگر باشد روی. اگر روی باشد، اگر امکان باشد، احوال دل من را به آن سلسله مو بگو. موهایش چون زنجیر است، یعنی دل ما را با موهای خود بسته است. ورزانک برا به خود نباشد محروی، زنهار مرا ندیده ای هیچ مگو. اگر آن محروی، آن ماهرو بر حال خود نباشد، بر آب خود که آب نیکو هست، اگر رفتارش و خلقش نیکو نباشد، اصلا تو مرا ندیده ای هیچی نگو. خیلی زیبا این اشعار دیگران رو مولانا در بین بیانات می فرماید. کسی می تواند چون این اشعاری را بیاورد که حداقل به قول عروضی نظامی عروضی سمرقندی باید حداقل 40,000 بیت انسان بداند که وقتی سخن می گوید وسطش اینگونه
ابیات و اشعار خود به خود بجوشد و بیاید از اشعار دیگران یا از اشعار خود. تا روزی پادشاه شکارهای عجب کرده بود و سخت شادمان و خندان بود. خب روزش رسید، شکارهای خوبی کرده بود، خیلی خندان بود، خوشحال بود. پادشاه ازل و ابد را شکار عزیز دل عاشقانه است. باز از اینجا ببینید آن شکار کرد، میگوید پادشاه ازل و ابد هم شکار دارد. دقت بفرمایید، آن پادشاه شکار آهو کرده بود مثلا، این پادشاه چه شکار میکند؟ دل عاشقان را شکار میکند. او هم صیاد است، صیادی که آمده است تا دلها را نگاه میکند. شکارچیان بزرگ، صیادان آگاه نگاه میکنند، از بین مثلا صد آهو یکی را انتخاب میکنند که از همه بهتر باشد، از همه مناسبتر باشد، از همه جوانتر، پویاتر و به قول معروف فربهتر باشد. خداوند هم به دلهای فربه نگاه میکند، نگاه میکند. لا ینظر الله الی صورکم بل ینظر الی قلوبکم و الی اعمالکم. خداوند به چهره های شما نگاه نمیکند، به ظاهر شما نگاه نمیکند، بلکه نگاه میکند به دلهایتان. خداوند به دلهای عاشقانش نگاه میکند، میبیند کدامش آماده شکار است، کدام دل خود را مهیای صید حضرت دوست کرده است. ان الله یفرح به توبت عبد المؤمن. خداوند فرح می‌یابد از توبه عبد مؤمنش، از توبه بنده مؤمنش خداوند خوشحال می‌شود. زهی تقاضای رحمت که بندگان را بگریزاند به غیرت و بیگانه کند و باز شکار کند به رحمت. تقاضای رحمت که می کند، چگونه خداوند تقاضای رحمت می کند؟ اول می گریزاند، انسان می رود گناهی می کند، تقاضای رحمت است. گناه تقاضای رحمت است. مولانا می فرماید گناه تقاضای رحمت الهی است. گناهی می کند بعد پشیمان می شود، توبه می کند، توبه جز با رحمت الهی امکان پذیر نیست. بنده میان دو توبه از توبه های پروردگار است و باز شکار کند به رحمت. اول می گریزاند، آهو را می زند که برود، بعد دوست می دارد. آهویی که ایستاده است شکارچی حقیقی، صیاد حقیقی، لذتی از زدن آهویی که ایستاده و نزدیک است نمیبرد. عنایت بفرمایید، اول او را میگریزاند، یک کاری میکند، او صیاد کاری میکند، آن صید از او بدود، از او دور شود. خداوند کاری میکند بندهش از او دور شود، به یک گناهی، به یک اسیانی، به یک اشتباهی، به یک ترک اولایی. وقتی دور شد، وقتی جست و خیز کرد، آن وقت است که آن صیاد میتواند صید درست حسابی بکند. آن وقت است که آن کمان را که میگذارد میتواند بگوید من صید کردم. و الا صیدی که نزدیک باشد و کنارش باشد، این چه لطفی دارد برای صیاد؟ ای آن که ز خاک تیر نت ایسازی، هر لحظه در او صنعت دیگر بازی. گه مات کنی یا گه بداری قائم، احسنت، زهی صنعت با خود بازی. سخن عجیبی است. نت آن چرمی است که برای در قتل جانیان استفاده می کردند. چرمی را می انداختند در مثلا دارالحکومه یا در محل قضاوت و جلاد می آمد، چرمی از قاب، چرم بزرگی بود که می انداختن، محکوم رو در آن می خواباندن که وقتی خونش می ریزد به زمین نریزد. آن نطع برای آن بود. و
اینجا چه تعبیر زیبایی دارد، میخواهد آن معشوق میخواهد عاشقان را بکشد، میخواهد صید کند. از خاک تیره نطعی میسازد، ای آن که ز خاک تیره نطعی سازی، هر لحظه در او صنعت دیگر بازی، هر لحظه صنعتی دیگر میکنی، کاری دیگر میکنی، صنع تو و صنعت تو و ساخت تو به گونه دیگری است. گه مات کنی یا گه بداری قائم، گاهی بنده خودت رو مات میکنی، مات و مبهوت میماند، مات شطرنج میکنی، هیچ راهی دیگر ندارد. گه بداری قائم، گاهی او را قائم و ایستاده نگه میداری، از بس مات است، در تو حیران است، در تو نگران است، میایستد و تماشایت میکند. احسنت، زهی صنعت با خود بازی. خیلی زیباست، میگه آفرین، با خودت چه ها میسازی، چه صنعتی با خودت میسازی. یعنی چه؟ یعنی هم دور میکنی هم نزدیک میکنی، هم از خود دورش میکنی هم غضب میکنی هم رحمت میکنی. این چه صنعتی است، این چه ساختی است که انجام میدهی، چه زیباست. با دستت پس میزنی و با چشمت دوباره مرا به سوی خود میخوانی. با دستت میگویی برو، معشوق با دستش میگوید برو. این که میرود برمیگردد عاشق، با چشمانش به او گونه ای نگاه میکند، یعنی این که بیا برگرد. منظورم از برو این بود که بیا، منظورم از این جفا وفا بود. به تو میگویم برو، اما منظورم این نیست که بروی، بیا. مانند مادری که فرزندش کار بدی کرده است، به او میگوید برو دیگر دوستت ندارم، فرزند چه کند خوب است، برود یا برگردد؟ باید برگردد، با اینکه به او میگوید برو. خطابات حضرت اله در قرآن چنین است، میفرماید ای گناهکاران بروید، بروید به دوزخ، ای آنان که مرا در نیافتید بروید. اما منظور معشوق از بروید این نیست که واقعا برود. کسی که عاشق نباشد نخواهد فهمید منظورش چیست، میرود. اما آن که عاشق است می فهمد که وقتی معشوق می گوید برو، یعنی بیا، و زیباترین بیا در این برو وجود دارد، در این جفا هزاران وفا وجود دارد. احسنت، زهی صنعت با خود بازی. امیران چون شاه را شادمان دیدند، و درهای رحمت را باز یافتند، جمله به خدمتش زانو زدند و گفتند ای شاه عالم، چند و چند، چقدر چقدر چنین خواهی کرد؟ آخر ما را کشتی، عادت کرم تو نبود این. تو کرم داشتی، همه را به یک چشم می دیدی، تو چرا این غلام را از ما بیشتر میدانی؟ مدت هاست که ریسمان دل ما گره بر گره هست، در دل های ما گره ها هست از این بی توجهی تو، چون رشته تب به ترس از شب دودالود و از شفق خونالود. مانند آن رشته تب که ممکن است که انسان تب کند، و این تب انسان رو به در طب قدیم گفتن تب ممکن است آغاز خیلی از مشکلات باشد و انسان رو به جاهای باریک بکشد. از شب دودالود، از شفق خونالود بترس. این شفق خونالود است، این بغض و کینه را در وجود امیران به وجود نیاور. از زلف بیاموز کنون بند خریدن، که از چشم بیاموخته ای پرده دریدن. میگه از زلفت بیاموز که بنده را میخرن. خیلی زیباست، با
با زلف معشوق بنده رو و برده رو میخرن، یعنی با سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. اینجا میگوید با زلفت بیا و دست و پای عاشقانت را ببند، یعنی سلسله موی معشوق پابند بندگان حضرتش است. که از چشم بیاموخته ای پرده دریدن، ولی چشمت پرده دری می کند، یعنی پرده های گناه ما را می بینی و پرده دری می کنی، می بینی که ما چه کردیم. اما ما را به زنجیر زلف خود زنجیر کن، اجازه نده که ما از تو دور شویم. فریاد رسان را که به دام تو در افتاد، یا نیست تو را مذهب فریاد رسیدن. آیا در دین شما نیست که به فریاد کسی برسید؟ شما وقتی دامی را قرار دهی و حیوانی در آن بیفتد، به سراغ آن حیوان نمی روی و آن شاعر هم گفت که در دام افتاده باشی و صیاد هم رفته باشد. این چگونه هست؟ لااقل روی صیاد را، روی معشوق را ببینم وقتی که مرا صید کرده است. مرا صید می کند و می گذارد می رود و من در بند صید و در بند دام مانده ام. فریاد برس، بیا مرا از دام رها کن، خودت مرا به دام انداخته ای، خودت حساب و کتاب کردی خداوندا که من بیایم و در دام تو بیفتم، خودت این دل مرا شیدا کردی، من که به خود نزد تو نیامدم، تو مرا شیدا کردی، مرا در دام خود اسیر کردی، حالا که اسیر شده ام گذاشته ای و رفته ای، بیا لااقل رویت را ببینم. ما صبر گزیدیم به دام تو که در دام بیچاره شکاری خفه گردد ز تپیدن. از بس دلش میتپد خفه میشود، بیا ما رو از این دام رها کن. زین رو که رضای تو به اندوه تو جفت است، اندوه تو ما را چو شکر شد به چشیدن. رضایت تو با اندوه تو با غم تو یکیست، یعنی ما که غم عشق را داشته باشیم تو رضایتت در آن است. ای معشوق، تو میخواهی ما غم تو را داشته باشیم و تو از ما راضی باشی. اندوه تو هم چون تو از ما راضی میشوی به واسطه اندوه عشق خودت، اندوه تو هم برای ما مانند شکر است. زین روی نیاریم غمت خورد به یک بار، زیرا که شکر هیچ نماند ز مزیدن. میگوید ما اندوه تو را که میخوریم مانند آن شکری است که میخوریم. اندوه خوردن، غم خوردن، غم معشوق را که میخوریم یعنی شکر است میخوریم. شکر رو بخوری از بین میرود، شکر دیگری لازم است تا دوباره بخوری. غم معشوق هم چنین است، یک بار که خوردی باید هی آن را مانند شکر بخوری، چون نابود میشود. غم هردم از نو غمی آید به مبارک بادم، این هردم باید این غم به مبارک باد انسان غمی نو باید بیاید. ما نمیخواهیم غم تو را یک بار بخوریم، ما میخواهیم همیشه غمخوار عشق تو باشیم، چرا که شکر از خوردن نابود میشود و ما همچنان میخواهیم در شکرستان غم و لطف تو باشیم. بشنو سخن بنده سنایی و مکن جور، کرزت سخن بنده سنایی بشنیدن. این شعر بسیار زیبا از حضرت حکیم سنایی بود که خواندیم. بشنو سخن بنده سنایی، مکن جور، جور نکن، چرا که حداقل سخنم به شنیدن می‌ارزد. عمل هم نکنی لااقل سخنم را بشنو، به حرفم گوش بده. یکی از کارهایی که عاشق خیلی دوست می‌دارد این است که معشوق به او نظر کند، یا اگر نظر نمی‌کند به حرفش گوش کند، حتی اگر به سخنش، به خواهشش عمل نکند باز هم دوست می‌دارد که بگوید. پادشاه گفت چه کردم در حق شما؟ خب قصه همراهتان هست.
می‌فرماید که آنها آمدند، وقت خوشی بود، در شکار بود، گفتند که ما به زنهار آمده ایم، به ما رحم کن، وفا کن. گفت مگر چه کرده ام؟ پادشاه هم می‌دانست که اینها موضوعشان چیست، چون از جبینشان خوانده بود، اما میگوید چه کردم در حق شما؟ گفتند ما بندگان تو ایم، از جان عزیزتر چه بود؟ از رضای تو دریغ نمیداریم، عزیزتر از جانمان را به تو میدهیم، ما جانمان را به خاطر تو در طبق اخلاص نهاده ایم، در صف چنگ در صف چنگ، یعنی این چنگ دستانی که آمده ان تا در جنگ اینها، این چنگ ها و این دست ها در آنجا به کار بیفتند. وقت نفسی جانبازی های ما را دیده ای. میگه که در وقت جنگ تو دیده ای که نفس هر لحظه ما به تو جانبازیم و جانمان را در راه تو به خطر می اندازیم. ما جانمان برای توست. چگونه از فلان را بر سر ما بدین حد برگزیده ای؟ چرا آن غلام را بر ما گزیده ای؟ به چه هنر؟ به چه نیک بندگی؟ مگر او چه کرده است؟ چه هنری دارد که او را بیشتر از ما به حساب می آوری؟ از ما چه تقصیر آمد؟ یا از ما چه گناهی دیده ای؟ حاکمی و فرمانداری، اما آن کس که به بندگیت اقرار دهد با او تو چنین کنی دلت بار دهد؟ کسی می آید می گوید من بنده تو هستم، تحت فرمان تو هستم، تو هم با او چنین کنی، آیا دلت این اجازه رو به تو می دهد؟ آخر او چه بندگی می کند که آن بندگی لطیف است و در نظر ما نمی آید؟ او چه کار، این غلام چه می کند برای شما ای پادشاه که ما نمی بینیم ولی تو می بینی؟ پادشاهی کن و ما را اندکی خبر کن که آن کدام بندگی است، تا ما هم بکوشیم و هنر خود بنماییم. چرا او نزد تو دوست تو هست، دوستدارتر است، ما هم به ما بگو چه میکند، ما هم همان را بکنیم. گفت چه گویم، آنچه او میکند شما نتوانید کردن. شاه گفت که این غلام کاری میکند که شما نمیتوانید. گر سخن بر وفق عقل هر سخن بر گویمی، شک نبودی کین سخن با خلق کمتر گویمی. یعنی اگر بر طبق عقل انسان سخن نگوید، کلم الناس علی قدر عقولهم، شک نیست که اصلا نباید آدم با مردم سخن بگوید، چرا که قدر عقول مردم خیلی کم است، خیلی سخنها رو باید نگفت. اگر بخواهد انسان بر وفق عقل انسان ها سخن بگوید، خیلی از حرفا رو نباید بزند، چون عقل مردم نمیرسد. کو کسی کسرار چون بشنود دریابد که من پیش او هر ساعتی اسرار دیگر گویم. چه کسی است که وقتی سر گفتم بفهمد تا بعدن هم به او این اسرار را بگویم؟ منظور این پادشاه ازل است، منظور از این پادشاه خداوند است و آن بنده حقیقی است، عبد حقیقی است. کو کسی که از وهم پای عقل برتر می نهد، تا سخن با او بسی از عرش برتر گویم. اینها سخن مولاناست، سخن عطار است. می گوید کسی نیست که از وهم پای عقل برتر می نهد. انسان ها به دنبال وهم هستند، دنبال عقل نیستند، پا بر سر عقل می نهند و بر اساس وهم خود سخن می گویند. من چه گویم سخنهای در با انسانهای فرشی، سخن از عرش چه گویم؟ کو کسی کس سینه کرسی کرد و از دل عرش ساخت؟ چه کسی میتواند سینه اش را کرسی الهی، وسع کرسی و سماوات و الارض، وسعت کرسی الهی، وسعت صد سعه صد داشته باشد، دلش را مانند عرش کند، تا نشان عالم صغراش در بر گویمی، تا عالم صغرا رو بهش بگیرید. کسی که عرش را دارد میتوان از عالم اصغر و عالم صغرا با او سخن گفت. کو کسی که از قعر ظلمت پا نهد یک قام پیش، تازه سر هفت در رو چار گوهر گویمی. کسی هست که از ظلمت یک قدم به سوی نور بیاید تا من بتوانم اسرار
هفت در و چهار گوهر رو بگویم به او. هفت در همان آب و افلاک هستند و چهار گوهر هم همان آب و باد و خاک و آتشند. کو یکی صاحب مشامی که از یمن بویی کشد، تازه مشک تبت و عود معنبر گویم. کسی هست که از یمن، همان قصه اویس قرنی، انی اشم رائحة الجنة من قبل الیمن، که پیغمبر فرمود من بوی بهشت را از جانب یمن میشنوم. کو کسی، کو یکی صاحب مشامی، شما که بو نمیفهمید، شما به قول مولانا زکامید، بوی الوهیت رو نمیفهمید. کو یکی صاحب مشامی که از یمن بویی کشد، تازه مشک تبت و عود معنبر گویم. عودی که با انبر ساییده شده است، به هم راه شده است، یا از مشک تبت که خوشبوترین مشک هاست بگویم. کو کسی کو عبره خواهد کرد از این دوزخ سرا، تا من از صد نو با او شرح معبر گویم. چه کسی است که بخواهد از این دنیایی که مانند دوزخ است برود، تا من راه ها را به او نشان بدهم. کسی نیست که هوس سفر کرده باشد از این تنگنا، تا من راه ها را به او نشان بدهم. گر دل عطار پست خاک نقشی نیستی، از بلندی شعر فوق هفت اختر گویم. میگه اگر دل عطار پست این خاک و خاک نشین بود نباشد، این خاکی که پر از نقش و نگار است نباشد، آن وقت من از بالای هفت اختر خواهم گفت. گفتند ای شاه عالم آخر ما را امتحان کن، اگر از عهده بیرون نیاییم خود را بشناسیم و فضیلت او را بدانیم. ما را امتحان کن، شما میگویی که شما نمیتوانید کاری را که این غلام میکند انجام دهید، ما را امتحان کن و از حسد وسوسه فارغ شویم. بعد از آن جنگ با خود کنیم، نه با خیال شاه. با اراده شاه دیگر ما جنگ نمی کنیم، با خودمان جنگ می کنیم که مشکل برای ما بود. گر دل دهیم از سر جان برخیزم، جان باز و از جان و جهان برخیزم. من بنده به خوی تو نمی دانم زیست، مقصود تو چیست تا از آن برخیزم. خیلی زیباست شعرها. اگر دل بدهی، اگر دل دهیم از سر جان برخیزم، اگر به من دل بدهی از سر جانم برمیخیزم. جان باز باشی از جان و جهان برمیخیزم، اگر جانم را بخواهی از سر جان و از سر جهان برمیخیزم. همه را به تو میدهم، من بنده به خوی تو نمیدانم زیست. من بنده ام، نمیدانم اخلاقت چیه، چی رو دوست داری چی رو دوست نداری، مقصود تو چیست تا از آن برخیزم. بگو که من از سر جان است برخیزم، از سر جهان است برخیزم. که هر که رنج و بلا از گناه خود گیرد، مستغفر باشد. پادشاه را عادل گفته باشد، روشنایی یابد و زود خلاص بیند. کسی که خدا را عادل بداند، او روشنایی پیدا می کند و استغفار می کند. قل لمن فی ایدیکم من الاسارا، ای یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم. ای محمد، اسیران و بستگان غم را بگو که از من در این رنج و اسیری، اگر آن کس که شما به تقدیر نافذ او اسیرید، در این حالت در دل شما اندیشه نیک بیند، هرچه از شما یاوه شد بیش از آن و به از آن دهد. این آیه آمد در مورد اسرای جنگ بدر که پیغمبر به اینها فرمود، حدود 80 و چند نفر بودن، فرمود که اگر در دل شما ایمان باشد خداوند آن را میبیند. پیامبر هم میدید، بنابراین همه آنها رو آزاد کرد. برخی را با غرامت آزاد کرد، برخی را این غرامت ها را به شهدا داد، برخی را با آموختن سواد به مسلمانان دیگر، و به هر حال همه آنها رو فدا کرد و آزاد کرد. پادشاه فرمود که یک هنر غلام من آن است که دائما مرا می نگرد. اصل قصه است، عنایت بفرمایید. یه دو سه دقیقه هم اگر دیر شد با اجازهتون این رو بخوانیم تمام کنیم. پادشاه فرمود که یک هنر غلام من آن است که دائما مرا می نگرد، به کس دیگری
وجهت وجهی لله الذی فطر السماوات والارض، چهرم را رویم را کردم به سوی خداوندی که آسمان ها و زمین را آفرید، و جز وجه الهی به چیز دیگری نگاه نمی کنم، جز چهره زیبای معشوق چیز دیگری و کس دیگری را نمی نگرم. گفتند ای شاه عالم، پس زودتر بگو، این سهل کاریست، ما همه روز و شب بعد از این تو را نگریم، خاک بر سر کارهای دیگر، از این خوشتر کار چه باشد؟ ما بعد از این دیوان رو رها میکنیم، مینشینیم فقط تو را مینگریم، این که سهل کاریست، کار آسانیست، اشکالی نداره. خوشتر کار چه باشد؟ آن کس که تو را بیند و شادی نکند، سر زیر و سیه کاسه و سرگردان باد. سیاه کاسه یعنی کسی که بدبخت است، کاسهش سیاه باشد یعنی هیچی در کاسه او نمی ریزند و او کاری نمی تواند بکند، سرگردان است. جمله امیران از این شادی سجده کردند و سلاح ها از خود گشادند، گفتند نه رزم و نه بزم، فقط در حضور شاه خواهیم ماند و فقط می نشینیم و چهره او را تماشا می کنیم. گفتند بعد از این سلاح ما روی تو، صلاح ما کوی تو، حجی به در خانه و فضلی بسیار. دیگر لازم است به حج هم برویم، آن حج خیلی دور است و سخت است، حج ما خانه توست، ملجا و پناهگاه ما این محضر توست، فقط تو را حج می کنیم، به گرد تو می گردیم تا حج ما مقبول شود. صف کشیدند و بر روی پادشاه نظر می کردند، این وزرا همه آمدند و صف کشید. با خود می گفت مسی از زر به پالودی و می لافی، چه سود اینجا؟ میگه مس هستی ولی خودت رو به زر آغشته کردی، که رسوا گردی ای لافی چو سنگ امتحان بینی. لاف میزنی، مس هستی، در صف زرگران نشسته ای، در صف زر و طلا ایستاده ای، چه میکنی اگر سنگ امتحان و سنگ محک بیاید؟ خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. دعوی عشق کردن آسان است، لیک آن را دلیل و برهان است. معشوق هم می داند که دلیل و برهان می خواهد از ما، دلیل و برهان از ما، حجت می خواهد برای عشقمان. دعوی و ادعا که کاری ندارد. در گوش حاجب خاص، حاجب پرده دار و آن فرد خاص خود، در گوش حاجب خاص گفت که برو به طبل خانه، جایی که طبل‌های عظیم رو نگه می داشتن، هرچه آنجاست از دهل و از طبل از کو بگو تا همه را بر بام قصر آرند. هرچه که طبل است و کو و طبل‌های بسیار بزرگ، همه را ببرند بالای بام قصر و از این روزن به یک بار در اندازند. در وسط قصرش یک روزنی بود که از بیرون رفت آمد، میگن گفت بروید همه آن طبل‌هایی که در طبل‌خانه داریم، سنج‌ها، آن فلزاتی که با آنها مثلا آلات موسیقی که می نواختن، این طبل‌ها رو بروید و بیاورید از وسط مثلا آن سالون یا بارگاهی که بود، از آنجا همه را پایین بیندازید، همه را بر بام قصر آرند، از این روزن به یک بار در اندازند، همه بیان یک دفعه همه بیاندازند در آن سرای پادشاهی، در قصر پادشاهی. رفتند و چنان کردند، به یک بار بانگهای با هیبت و زلزله برخاست. همه چپ و راست نگریستند که بارگاه چه می شود، فکر کردند که بارگاه دارد سقوط می کند، و چشم او در رخ شاه ما و چشم او در رخ شاه ما. این صداها آمد، همه به چپ و راست نگاه کردند، اما او رویش، چشمش در رخ او ما، هیچ تکانی نخورد.
چشم او در رخ شاه ماند که سیمای شاه چه می شود. ما زاغ البصر و ما طغا. در مورد حضرت رسول است که در روز معراج، در شب معراج آمد، خیلی چیزها رو به پیغمبر نشان داد. ببین این عرش است، این فرش است، اینها هست، سمت چپ سمت راست. پیغمبر روی از چهره معشوق بر نداشت. قرآن فرمود ما زاغ البصر، بصر او یک ذره هم حرکت نکرد، به چیز دیگری التفات نکرد. و ما تقا، طغیان نکرد، چشم او مستقیما ناظر وجه الله بود. حضرت رسول به هیچ چیزی توجه نکرد. خدا فرمود نگاه کن این عرش مرا، گفت من عرش را چه میخواهم؟ نگاه کن بهشت مرا، دوزخ مرا، نگاه کن جهانهای مرا، نگاه کن صفوف ملائکه را، صفوف فرشتگان را که در هم تنیده اند. گفت خداوندا من جز جمال تو هیچ نمیخواهم. من به خدا که از حضرت شاه نعمت الله ولی میگوید من به خدا که از خدا و غیر خدا نمیخواهم. ما زاغ البصر و ما طغا. ای عزیز من، مقصود از این قصه پادشاه نیست، امیران و سپاه نیست، مقصود از این پادشاه نه پادشاه هست، بلکه حضرت عزت اله هست، تعالی و تقدس. مقصود از این امیران نه امیرانند، بلکه فرشتگان هفت آسمانند که میگویند تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. این بنده، این بشر چه دارد که این همه به تو به او توجه داری؟ این شبلی و حلاج و بایزید و جنید و مولوی و شمس کیستن که این همه فرشتگان را رها کرده ای و به اینها نگاه میکنی؟ این محمد و علی و حسن و حسین کیا هستند؟ چرا همه توجهت به این نورهای چهارده گانه هست؟ یک دلیل دارد. این چهارده تن فقط مرا نگاه می کنند، فقط مرا می نگرند، به عالم هیچ التفاتی ندارند، اما بقیه به همه جا نگاه می کنند، منظرشان جاهای دیگری است. لا یعصون الله ما امرهم، هرگز اسیان نمی کنند آنچه را خداوند به ایشان امر کرد. چون فرمان آمد که شما را از مسکن زمین معزول کردیم و این ولایت را به اقطاب آدم دادیم، وقتی که گفتند ای خدا فرمود که ای فرشتگان شما باید از این زمین بروید، تقویت همان بحثی است که آن جناتی که هست در خدمت شما بودیم، آن جنات همان جنات بهشتی است. مولانا می فرماید که از مسکن زمین معزول کردیم، یعنی فرشتگان رو که جایگاهشان در این همین زمین بود از زمین اینها رو معزول کرد و بیرون برد و این ولایت را به اقطاب آدم دادیم. ولایت زمین، ولایت این جهان رو به آدم داد. همه فریاد برآوردند که اتجعل فیها من یفسد فیها، آیا قرار می‌دهی در آن کسی را که فساد می کند؟ در این زمین قومی آوری که فساد کنند و معصیت و خونریزی کنند. و نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، در حالی که ما تو را تسبیح می گوییم و تو را تقدیس می گوییم و ما را معذول می کنی. روز و شب به خدمت مشغولیم و به بندگی و تسبیح و تقدیس. همان اعتراض فرشت، آن امیران همان فرشتگانند، آن پادشاه همان خداست، آن بنده کیست؟ آن غلام چیست؟ غلام خاص چیست؟ جواب فرمید جل جلاله که این هست، الا من از ایشان خدمتی میدانم که از شما آن خدمت نیاید. انی اعلم و ما لا تعلمون. گفتن عجب آن چه خدمت باشد که از فرشتگان پاک نیاید و از بنی آدم آلوده بیاید. فرشته پاک نیاید از بنی آدم آلوده بیاید. رسول کونین، پیشوای ثقلین، محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم چون شب معراج او را جلوه کردند، عجایب و غرایب هفت آسمان را بر وی عرضه کردند، عرش و کرسی بر او جلوه کردند، البته نظر از جمال الوهیت بر نگرفت. خدا
گفت ببینید برای همین به شما گفتم که شما نمیتوانید چنین کنید. ای فرشتگان شما مأمور اوامر من بودید، اما این رسول را ببینید، این محمد را ببینید، این احمد را ببینید، چشم در چشم من است، روی در روی من است و هرگز به چیز دیگری توجه و عنایت ندارد. البته نظر از جمال الوهیت بر نگرفت که ما زاغ البصر و ما تقا، چون نهان و آشکارا نزد تو یکسان شود، صحبتت پیوسته گردد، خدمتت آسان شود، آفتابت راست گردد، رو نماید بی قفا، ذره ای سایه نماید، هر چه خواهی آن شود. وقتی آن آفتاب الوهیت بر همه جا آمد، دیگر همه چیز از بین رفت، همه عمران ها ساختمان ها از بین رفت، سایه هم باقی نخواهد ماند. اینت اقبال و سعادت، اینت بخت و روزگار، زنده با جان به نزد زنده بی جان شود. زنده ای که جاندار است به نزد زنده دیگر می رود. فاش گویم برگشایم راز مردان را، ولیک هر کسی طاقت ندارد زان که سرگردان شود. من می توانم راز اسرار عشق را بگویم، ولی هر کسی طاقت ندارد، سرگردان می شود. اندکی و شمعی از اسرار عشق را باز می گوییم تا اینکه هر کس به حد وسع خود دریابد. والحمدلله اولا و آخرا و صلی الله علی محمد و آله و السلام علیکم و رحمت.